دوستان نهایت گرامی سلام، این فرم ثبت نام پذیرش آلمان است که یکی از دوستا برای ما روان کرده و گفته که در قسمت خانه‌پوری این فرم ما مشکل داریم و به کمک و همکاری نیاز داریم. این فرم رو با همدیگه مرور میکنیم که چه بخش هایی داره و چه قسمی باید خانه‌پوری شه. باید داشته باشید به زبانهای آلمانی، به زبان انگلیسی و همچنین یک گزینه دیگه به زبان دری موجود هست. شما حتی اگر به دری تبدیل هم میکنید باید معلومات رو به انگلیسی نوشته کنید. نام و تخلص همه چیز شما باید به انگلیسی نوشته شو. ولی بدی زبان دری این است که اگر شما یک چند مرحله پیش بروید دیگه زبان دری آنتن نمیده و درست ترجمه نمیکنه. بنابراین ما پیشنهاد میکنیم که باید به زبان انگلیسی باشه. البته ما در قسمت ای لینک مطمئن نیستم که آیا از این طریق پذیرش داره یا نداره، ولی کسایی که ای لینک داره و مطمئن است میتونه مطابق راهنمای همه ویدیو خود ثبت نام بکنه. ما به این حد ایمیل روان کردیم، منتظر جواب اونا هستیم که اونا چی میگه. شما بخش تشریح ویدیو را چند روز بعد باز هم بیایید بخونید، اگر تایید اونا شده بود ما هم لینک میمونم و هم تاییدی همه چیز با شما شریک میسازم. در غیر از کسایی که می لینک داره و مطمئن است میتونه ثبت نام بکنه، روی گزینه استارت کلیک کنید. این یک صفحه باز میشه. ما قبلا یک راهنمایی را خانه پوری کردیم، با هم دیگه مرور میکنیم. Please enter your first name، نام خود را نوشته کنید. Please enter your last name، تخلص خود را نوشته کنید. اگر کدام نام دیگه وسطی داشتید میتونید نوشته کنید، اگر نداشتید NA نوشته کنید. ایمیل آدرس خود را نوشته کنید. شماره تماس خود را نوشته کنید. از طریق کدام گزینه ها شما به ارتباط بده میتونید، واتساپ، تلگرام و هر چی که دارین، اکثرا واتساپ انتخاب میکنه. شماره واتساپ خود را نوشته کنید. آیا شما شهروندی افغانستان دارین؟ یس انتخاب میشه. آیا شما فعلا داخل افغانستان زندگی میکنید؟ یس انتخاب میشه. فعلا در کدام شهر افغانستان بوده باش دارید؟ کابل، مزار، بامیان، دایکندی، هر چی دارین. تاریخ تولد خود را نوشته کنید. آیا تاریخ تولد شما تخمین زده شده، یعنی همین چیز درست هست؟ روی گزینه یس انتخاب میکنید. در کدام کشور به دنیا آمدید؟ افغانستان انتخاب کنید. در کدام ولایت به دنیا آمدید؟ دایکندی، بامیان، کابل، مزار، هر جایی را که هستین انتخاب کنید. جنسیت خود انتخاب بکنید، فیمیل برای زن، میل برای مرد. حالت مدنی خود نوشته کنید، مجرد هستین، عروسی کردین، بیوشن و همه چیزایی که در اینجا نوشته شده. اکثرا یا سینگل است یا مجرد است یا بیوشت یا از همدیگه جدا شده. مرید انتخاب کردیم، عروسی شده. میزان تحصیلات شما چند هست؟ در حال تحصیل هستم، در حال مطالعه هستم. به این معنی که شما دوره ماستری یا دکترا رو میخونید. تحصیلات خود تکمیل کردین، مثلا دوره لیسانس یا ماستری تکمیل کردین یا که دوره دکترا رو تکمیل کردین. فعلا شما نوشتن که دوره ماستری یا دوره دانشگاه رو خلاص کردین، کامپلیتد ادویکیشن هم میزنید. آیا شما کدام معیوبیت دارین یا نه؟ در اینجا میتونید نمونش رو ذکر کنید، اگر نه بود نه انتخاب کنید. آیا شما در حال فرار و در حال مخفی شدن هستین بابت تهدیدها؟ شما یس انتخاب بکنید. اینجا بخش مهم است که تهدیدهای شما رو پرسان میکنه. آیا شما بر اساس فعالیت‌های خود کدام ضرر را دیدین، متوجه شدین یا نه؟ شما یس یا نه انتخاب بکنید. اگر شما در جریان تظاهرات بوده یا در جریان خبرنگاری بوده یا هر موردی بوده که بابت وظیفه خود لطکوب شدین، بازداشت شدین، زندانی شدین، این حتما یس نوشته کنید. این مهم است. در اینجا میگه که در کدام ساحه کاری خود شما در معرض خطر بودین. اینی بخشا بسیار مهم است. بخشای حقوق بشر بوده، مثل حمایت از حقوق بشر، شرکت در فعالیت های سیاسی، حمایت از حقوق زنان یا که تراجنسی ها اینا بودین، ای کاره بودین، شما هیومن رایت بوده یا که میدیا بوده، در بخش رسانه مثل رادیو، تلویزیون، نیوز پیپر، وبسایت اینا بوده، یا که در بخش دادگاه بوده، مثلا مثل دادگاه عالی، در بخش کسایی که سارانوال اینا بوده، این گزینه رو میتونید انتخاب کنید. در بخش تحصیلی بوده، مثل استادان دانشگاه یا بخش های مکتب اینا، در بخش ساینس و تحقیقات اینا شما کار میکردین، یا یکی در بخش سیاسی مثل
اداره عامه یا مثلا بخش های معاونت و وزارت اینا شما کار میکردن، یا بخش پارلمانی اینا، در بخش کلچر یا فرهنگ شما کار میکردن، مثلا شما هنرمند بودین یا شما تاریخ نویس اینا بودین، میتونید در بخش انتخاب بکنید، یا در بخش اسپورت یا ورزش بودین که شما در معرض خطر هستین. هر بخش از اینا که شما بودین میتونید نمو را انتخاب بکنید. من فعلا میدیا را انتخاب میکنم. روی گزینه نیکس بزنید. میگه ساحه کاری شما در کدام بخشش بوده؟ ژورنالیست بوده، اینجا اتومات خودش انتخاب کرده. شما ببینید که مثلا نیوز پیپر ادیتور بوده و عکاس بوده، یا اینکه در تلویزیون شما ظاهر میشین. هر بخش اینا که بوده همهشون در یک لیست ذکر شده. اگر بخش دیگه بود شما این بخش انتخاب بکنید، ولی امی اولی درست است. فعلا روی گزینه نیکس بزنید. میگه شما تمرکز شما در کدام بخش بود؟ اینجا تخصصی تر میشه. بخش پرینت کار میکردین، نیوز پیپر، جورنال، مگزین، مجله اینا، بخش تلویزیون بودین، بخش رادیو بودین، یا ای که بخش اینترنتی بودین. شما تلویزیون یا هر کدامی که بودین انتخاب بکنین. من تیوی رو انتخاب کردم. میگه که چگونه شما استخدامش را بودین، به شکل تخصصی شما استخدامش را بودین، یا ای که به شکل غیر تخصصی، یا ای که اصلا دو طلبانه بودین و معاش دریافت نمی کردین. هر کدام از اینا بودین انتخاب میکنین. من میگم که به شکلی تخصصی بوده. در ادامه میگه که در همین رسانه ای که نام گرفتین شما چند سال کار کردین؟ از یک سال کمتر، از یک سال تا سه سال، از سه سال تا پنج سال کار کردین، یا بیشتر از پنج سال کار کردین؟ شما میگین که از یک تا پنج سال، مثلا هر چند سالی که بودین سابقه کاری خود در همون رسانه نوشته کنین. میگه که آخرین باری که شما در رسانه کار کردین کدام تاریخ بود؟ من نوشته کم 13 برج 12 2022. تاریخی که تا اونجا کار میکردین نمو رو نوشته کم، یا اگر قبلا بوده 2021 تر کرده بودین نمو تاریخ اینجا نوشته کنید. در ادامه میگه که آیا شما همی بخش که کار میکردین در انظار عامه اینا بودین یا نه؟ یس نو یا نامعلوم. یس انتخاب میکنید. تلویزیون قطعا در محضر عامه هست. میگه که در کدام بخش شما قابل دید بدین در انظار عامه؟ از طریق اینترنت، از طریق پولیتیکل آریا، بخش های سیاسی، یا از طریق رادیو، سینما، تئاتر، یا از طریق روزنامه، مجله، کتاب ها، یا ای که در نشست های اگر گرد همایی های بود شما شرکت داشتین. ما رادیو رو انتخاب میکنیم. رادیو و تیوی انتخاب شد درست هست. میگه که شما ساحه کاری شما چقدر قابل بازدید بود؟ کجاها میدید؟ آیا لوکال تنها داخل افغانستان بود؟ ریژنال حتی منطقه میشد؟ پاکستان، ایران، کشورهای دیگه هم شامل بود؟ اکثرا تلویزیون ها هم داخل افغانستان بود، هم خارج بود. شما ریژنال انتخاب میکنید. اگر جهانی بود رسانه شما نشن واید میزنید. فعلا ریژنال انتخاب کردیم. در ادامه میگه که شما آیا با یک نهاد مخصوصی کار میکنید؟ شما قطعا یس انتخاب میکنید، یک نهاد مخصوصی هست. در ادامه میگه که در کدام بخش شما سر و کار دارین؟ این بخش های غیر دولتی یا انجه ها مؤسسات، اگر امرای مؤسسات کار میکنید ایران انتخاب میکنید، امرای دولت اگر باشه بخش وزارت، بخش های مقامات ولایتی، سفارت اینو اگر بود ایران انتخاب میکنید، اگر در بخش پارلمانی کار میکردن ایران انتخاب میکنید، بخش دادگاه و استرام محکمه اینا بود ایران انتخاب میکنید، و پروسیکیوترز آفیس اینی بخش سارنوالی هست. بخش دادگاه، بخش سارنوالی اینجا هر دویش ذکر شده. و در اینجا گزینه های دیگه است: دوره مکتب، دوره لیسه، دوره دانشگاه و دوره تحقیقی. بخش های فرهنگی اگر شما کار میکردین، رادیو، رسانه و تلویزیون. اگر در بخش های چاپی کار میکردین یا آنلاین میدیا بوده، بخش های چاپی اینا بوده، هر کدام از اینا که بودین شما میتونید انتخاب بکنید. من فعلا رادیو و تلویزیون انتخاب میکردم، چون همین بخش فعلا تا حالا کار کردیم. حالا میگه که نام نهاد خود نوشته کنید: راه فردا، رادیو و تلویزیون. هر نهادی که شما کار میکردین اینجا نوشته کنید. آیا میگه که امرای آلمانی ها شما سر و کار داشتین یا نه؟ اگر نهاد شما امرای آلمانی ها کار میکرد حتما یس انتخاب بکنید. مثلا بعض رسانه ها بودن که دو چویله رو نشر میکردن، از رسانه های افغانستان نشر میشد، از رادیو ها نشر میشد. شما قطعا اگر در امور رسانه ها کار میکردین حتما یس انتخاب بکنید. لگزونه این اکس بزنید. میگه چرا شما در خطر هستین؟ چرا خود در خطر میبینید؟ بعضی فعالیت های شما، ادامه فعالیت های قبلی شما بوده که مثلا ممکن است
در حکومت فعلی جرم پنداشته شوه. او فعالیت ها به دلیل از او هست، یکی به دلیل از این که شما موضوعات سیاسی رو دنبال میکنید در خبرهای خود، یا بخش های تحقیقی را در بخش حساس شما دنبال میکنید که نفر ممکن است که مجرمای حرفه ای شما را از بین ببره، ممکن است دولت شما را از بین ببره، ممکن است کسایی که جرم داره یا که میگه نمی فعالیت شما خلاف قانون است شما را متضرر بسازه. مثلا میگن که بخش های سیاسی رو ما دنبال میکنیم، شما هر کدام این شکل لازم میبینید انتخاب بکنید. روی گزینه نکس بزنید، کدام بخش زندگی شما در خطر است؟ آیا زندگی شما، سلامتی شما، ملک و دارایی شما، آزادی شما و یا یکی دیگه بخش ها؟ من مثلا زندگی رو انتخاب کردم، جان شما در خطر است. آیا میگه که کدام موردی بوده که شما به دلیل فعالیت خود مورد پیگرد و اذیت آزار قرار گرفته باشن؟ قطعا یس انتخاب میکنید. و در اینجا نوشته کرده که چه قسمی شما مورد اذیت آزار قرار گرفتین. مورد اذیت آزار فیزیکی بوده، مورد اذیت آزار جنسی بوده و مورد اذیت آزار روانی بوده، شکنجه شدین، بازداشت شدین، حمله شده سر شما و تهدیدنامه برای شما روان شده. هر کدام از اینا رو که دارین انتخاب بکن. من میگم که فیزیکی مورد خشونت و لاتکوب قرار گرفته. میگه چند بار شما مورد اذیت آزار قرار گرفتین؟ آیا یک بار بوده؟ چندین بار؟ اگر چندین گفتین، 2 تا 5 بار اگر بوده ملتیپل انتخاب بکن. اگر بیشتر بوده شما میتونین این انتخاب بکن. 2 تا 5 بار ما انتخاب کردیم. میگه آخرین باری که شما می خشونت دیدین و متوجه شدین سر شما می ظلم اومد چقدر بود؟ در جریان 3 ماه اخیر بود؟ بیشتر از 3 ماه اخیر بوده که طول میکشت؟ شما مثلا اینه در جریان 3 ماه اخیر هر روز شما رو لاتکوب کرده، بازداشت کرده، اینا این انتخاب میکنه. در ادامه میگه منبعی خشونت چه کسایی بوده؟ آیا فامیل شما بوده؟ قطعا که بخش نیست و هر بخش که اینا بوده، بخش نظامی بوده، پلیس بوده، پارلمان بوده، هر بخش که بوده، یعنی دوستای گرامی، این یک کیس برای شما بوده میتونه که هر کسی که شما را اذیت آزار کرده، دادگاه شما را مورد اذیت آزار کرده، داعش بوده، پلیس بوده، نظامی ها بوده، گروپ های مسلح بوده، بخش های پارلمان بوده، بخش های اجتماعی بوده، یا که همکارای شما بوده، سپروایزر شما بوده، از هر بخش از اینا که مثلا شما سند دارین، عکس دارین، ویدیو دارین، اما را انتخاب بکنید. تنها لازم نیست که مثلا شما طالب یا دایش انتخاب بکنید. هر بخشی که مثلا حتی اگر از طریق سپروایزر خود هم تهدیدنامه دریافت کرده باشین، هم مورد خشونت از اعتذار قرار گرفته باشین، یا از طریق همکارای خود، میتونه همه را انتخاب بکنید. ولی فعلا اگر شما از طریق از این گروه مورد از اعتذار قرار گرفتین، این را انتخاب بکنید. روی گزینه بعدی بزنید. میگه که آیا به دلیل جنسیت خود شما مورد اذیت و آزار بودین یا نه؟ مثلا اگر شما خانم بودین و در بیرون کار میکردین، در این صورت گزینه یس انتخاب بکنید. در ادامه سوال های میگه که آیا شما مجرد هستین، متأهل هستین، جدا زندگی میکنید، کدام بخش؟ یعنی اگر این فرم شما یک خانم خانه پوری میکنه، حتما یس انتخاب بکنید و بگین که ما مورد اذیت آزار قرار گرفتیم بابت جنسیت خود. چون این فرم به نام علی احمدی بود، ما نور انتخاب میکنیم، چون مردا بابت جنسیت خود مورد اذیت آزار قرار نگرفته. و حتی اگر کسایی که تراجنسی ها هستن، او حتما ایره یس انتخاب بکنه. میگه که آیا شما به دلیل فعالیت های دینی خود مورد اذیت آزار قرار میگیرین یا نه؟ یا بخاطر عبادت کردن خود، فعالیت های دینی، یس انتخاب میکنه؟ در کدام دین یا مذهب شما هستن؟ همه اینجا ذکر شده و هندو، مسیحی، اسلام، همه چیز در اینجا ذکر شده. مثلا شیعه انتخاب شد. آیا میگه که شما از یک دین تا حالا به یک دین دیگه تبدیل شدین یا نه؟ هدفش این است که آیا تا حال شما دین خود تغییر دادین یا نه؟ در ادامه میگه آیا شما به طور مشخص بابت فعالیت های خود مورد اذیت و آزار قرار گرفتین یا افشا میشین یا نه؟ ای تو معنا میده که ای تو شده که شما را دیگه شناسایی بکنه که اینی نفر یک دینی دیگه هست یا جداگانه هست، شما چی گونه افشا میشین برای اونا؟ مثلا مسیحی ها اگر در افغانستان بخواه یک فعالیت انجام بده یا هندوها یک فعالیت را انجام بده، قطعا اونا شناسایی میشه. میگه چگونه شما شناخته میشین؟
میگه که through the function within the religious community به دلیل فعالیت های خود جامعه در داخل مجتمع دینی خود که ما فعالیت را انجام میدیم ما قابل افشا یا قابل شناسایی هستیم. Yes, by publicly representing the religious community به دلیل از این که ما به طور عمومی میخواییم فعالیت های دینی خود انجام بدیم با اون لحاظ ما قابل شناس هستیم. Yes, through an empathically liberal attitude interpretation of the faith یا ای که ما اگر میخواییم تبلیغ بکنیم یا فعالیت های خود گسترش بدیم ما قابل شناسایی هستیم و مورد اذیت آزار قرار میگیریم. یکی از اینا را شما انتخاب میکنید. مثلا حتی اگر ما در مجتمع خود هم فعالیت خود انجام میدیم دیگه میتونه ببینه که اینمی مثلا عبادتگاه از این مردم است و ما قابل شناسایی هستیم. در ادامه میگه که به دلیل کدام فعالیت خود مشخصا شما قابل شناسایی هستید. Because of praying یا اگر هر فعالیت های رو شما داشتین میتونید اینجا نوشته کنید. در ادامه میگه که How do you practice your faith؟ خیلی چگونه شما عبادت میکنید اینجا میگه Private آیا به طور خصوصی در خانه های خود Public در محضر عامه یا که with religious customs میخواین در یک مسجد یا یک جایی که مخصوص عبادت است اونجا میبرین و هر بخش که اینا هست شما میتونید ذکر کنید. مثلا پرایویت انتخاب میکنید چون مساجد یا عبادتگاه اصلا امن نیست. رگزنه نیکس میزنید میگه که بدلیل فعالیت های دینی خود کدام بخشی از زندگی شما در خطر هست؟ زندگی شما در خطر هست؟ سلامتی شما؟ مال شما؟ آزادی شما؟ یا یکی آزادی تصمیم گیری شما؟ مثلا میگن جان شما در خطر است اگر شما در عبادت گاه برین منفجر میکنه. دیده میگه که آیا در یک وضعیت شما قرار گرفتین که به دلیل فعالیت های دینی خود مورد اذیت و آزار قرار گرفته باشین؟ ایتو یک وضعیت شده شما میتون قطعا یس انتخاب میکنه. مساجد را زده، عبادت گاه ها را زده، خیلی خشونت بوده؟ آیا خشونت فیزیکی بوده شما را لتکوب کرده؟ خشونت جنسی بوده؟ خشونت روانی بوده، شکنجه و اذیت آزار بوده، بازداشت بوده، حمله شده سر شما و یا که تهدیدنامه برای شما آمده؟ مثلا میگین خشونت فیزیکی شده یا که شما میگین که نامه تهدیدنامه برای شما آمده؟ هر بخشی که بود شما میتونید انتخاب میکنید. روی گزینه نیکس بزنید. میگه که امی تهدیدی که بابت فعالیت دینی شما بالای شما آمده چقدر زیاد بوده؟ آیا یک بار بوده؟ ملتیپل دو تا پنج بار بوده؟ More than five times بیشتر از پنج بار بوده که مثلا در مسجد شما عبادتگاه شما حمله شده. میگه که آخرین باری که همه حمله اتفاق افتاد کی بود؟ در جریان سه ماهی گذشته بود؟ از سه ماهی گذشته قبلتر بود؟ در جریان شش ماهی قبلی یا یک سال؟ مثلا شما میتونید که در جریان سه ماهی گذشته را انتخاب بکنید. روی گزینه نیکس بزنید. کی بود ای عاملی از ای تهدید که بالای مراکز دینی شما انجام شد؟ میگه که اعضای فامیل شما بود، قطعا اونا نیست. مقامات حکومتی بود، طالبا بود، داعش بود، هر بخش اینا که بود اکثرا داعش بوده. این موارد شما میتونید انتخاب بکنید. باز هم در ادامه پرسون کرده که آیا بابت فعالیت های جنسیتی خود یا بابت از اینکه شما یک زن هستید یا یک طور جنسی هستید مورد اذیت آزار قرار گرفتین یا نه؟ اگر خانم یا کارمند زن بودین یا یک طور جنسی بودین قطعا نیست انتخاب بکنید. چون این فرم برنامه علی احمدی بود، ماگزین نور انتخاب میکنید. در ادامه میگه که شما از جرمنی کدام دستاویز یا سند دارین یا ندارین؟ اگر سند دانشگاه یا اگر کدام تفریحی یا اگر مورد دیگر بال آلمان یا جرمنی داشتین انتخاب میکنید، اگر نه نور انتخاب بکنید. میگه که آیا شما در آلمان بودین به خاطر کار یا به خاطر آموزش تحصیلات؟ نه یس یا نور انتخاب بکن. اگر یس انتخاب بکنید ممکن که نوشته بکن از کدام سال تا کدام سال بوده. آیا شما به خاطر بیزنس یا کنفرانس یا میتینگ یا تجارت به جرمنی قبلا رفته بودین یا نه یس یا نور انتخاب بکنید. آیا شما با زبان آلمانی صحبت میکنید یا نه یس یا نور انتخاب میکنید. میگه آیا شما کدام عنوان یا مقاله ای را به زبان جرمنی یا در آلمان چاپ کردین یا نشر کردین یا نه یس یا نور انتخاب میکنید. که آیا شما میگه کدام اعضای فامیل را در آلمان دارین که شما را حمایت بکنه وقتی که مثلا به وارد آلمان شدین؟ یس یا نور انتخاب میکنید. اگر یس گفتین ممکن است معلومات اونا را از شما بخواهد.
میگه که آیا شما کدام دوست یا نهاد یا کسی را در آلمان میشناسید که به طور داوطلبانه شما را که حمایت بکنه؟ اگر یک دوست شما میشناسه یا اگر یک نهاد در ارتباط پیدا کردین اونا وعده داده، قطعا یس انتخاب بکنید و جزئیاتش شامل سیستم بسازین. میگه که آیا به شکل تخصصی شما در افغانستان یا در کشور دیگه یا در داخل آلمان کار کردین یا نه؟ مثلا این نفر گفت خبرنگار هستم. پرسان میکنه که آیا شما در پاکستان، ایران، دیگه کشورهای دیگه هم به عنوان خبرنگاری کار کردن یا نه؟ آیا در داخل آلمان به عنوان خبرنگاری کار کردن یا نه؟ به عنوان خبرنگار یس یا نو را انتخاب بکنید. روی گزینه نیکس بزنید که آیا شما کدام رابطه تجارتی یا ارتباط با آلمانی ها داری یا نه؟ یس یا نو را انتخاب بکنید. در اینجا میگن که ما شرایط شخاندم و قبول کردیم. روی گزینه سند تا بزنید. این معلومات که ارسال شد دوستای گرامی در یک صفحه دیگه میایه که سندهای خود شما آپلود بکنید. در این صفحه دوستای گرامی آپلود کردن اسناد شما هست. شما میتونید روی گزینه اد بزنید، انتخاب بکنید که آیا تذکره کاغذی دارین، تذکره پاسپورت الکتریکی دارین، اسناد سفر دارین و هر چیزی که دارین میتونید relative relationship، ممکن سندهای باشه نشون میده که برادر و خواهر یا پدر و مادر نشون میده، بر سرتیفیکیت تاریخ تولد باشه یا اینکه marriage certificate نکاح خط باشه، مثلا نوشته میکنید که تذکره الکتریکی. سپس روی گزینه choose file انتخاب میکنید، به طور مثال اینی سند انتخاب میکنید. اگر کدام نظر داشتین میتونید نوشته بکنید، معلومات بیشتر بدین. در غیر از روی گزینه آپلود بزنید، همون سند آپلود میشه. شما میتونید که چندین سند دیگر در این بخش آپلود بکنید، مثلا دو دانه شد، و اگر خواستین که نکاح خط خود آپلود بزنید، همه قسم میتونید آپلود بزنید. بعد روی گزینه نیکس بزنید. در اینجا لینک های را شما میخواید که علاوه بکنید که نشان بده فعالیت شما چی بوده، تعدید نامه بوده، یک معلومات درباره شما نشر بوده. روی گزینه اد بزنید. میتونید نوشته کنید مای اون پابلیکیشن، ما خودم در فلانی وبسایت یک مقاله تحقیقی نوشته کردین، معلومات درباره شما نوشته شده و یا که حمله شده، خشونت شده و او خبر در یک جای نشر شده و این خیلی برای شما مفید هست. مثلا لینکی را که درباره حمله به شما نشر شده باشه، اینجا نوشته میکنید که attack. مثلا نوشته میکنید که علی احمدی arrested، بازداشت شد. در اینجا نوشته میکنید که www. حالا هر لینکی را که بود همه را گرفته، abc.com.af یا هر جایی که بود، نشان بده که مثلا همین نفر در این تاریخ بازداشت شده و این هم لینکش هسته. شما میدونید روی گزینه آپلود بزنید، همون لینک در اینجا زمینه میشه. یا یک رویش دیگری برای شما یادآوری میکنم دوستای گرامی، مثلا جیمیل خود باز کنید، اینی بخش اگه سرچ بزنید دوستای گرامی، در اینجا سرچ بزنید به نام داکس، ممکن است در پایین باشه، شما حتما داکس را پیدا کنید. سر ازی کلیک کنید. ای در واقع گوگل داکیومنت است، مثل فایل وورد هست. در اینجا روی گزینه بلانک بزنید، یک صفحه برای شما باز میشه. هر معلوماتی که درباره شما بود اگر در اینجا داشتین، همه چیز در اینجا نوشته بکنید، تعدید نامه درباره شما و همه چیز که بود علاوه بکنید. حتی اگر شما خواستین که عکس را هم علاوه بکنید، میتونید که او عکس گرفته بیارین در اینجا بانید که نشان بده مثلا اینی حمله بالای شما بوده، درست شد. اینی سند شما درست تکمیل شد. روی گزینه شیر بزنید. اول سیف میکنید. اینی بخش restricted، این قسمت خیلی دقت کنید دوستای گرامی که روی گزینه anyone with the link، هر کس با همی لینکی رو دیده بیتونه، چون لینک شما میخواین با آلمان شریک بسازین، این کلیک کنید. حالا لینک کپی بگیرین، لینک کپی گرفته شد، این روی گزینه دن بزنید. اینی وبسایت، اینمی داکیومنت، با اینمی اسناد، با اینمی عکس ها مثلا قابل دسترس میشه به اونا. میایین دوباره به همون وبسایت، در اینجا نوشته میکنید که threat
یا نوشته میکنید که information about me، معلومات درباره من. لینکی که پیشتر کپی گرفته بودین در اینجا آمد. روی گزینه آپلود بزنید. درست شد؟ حالا اگه اون نفرها هم آلمانی ها سر نمیزی لینک کلیک کنه، مستقیما همو وبسایت شما این چیز رو که شما نوشته کرده بودین در گوگل داکیومنت او رو دیده میتوانه. شما اگر عکسای دیگه هم داشتین حتما در اینجا زمینه بکنید و جزئیات شما هم نوشته بکنید. در واقع کیس خود شما لینک شما به اونا وصل میکنه، اونا دیده میتوانه. روی گزینه نکس میزنید دوستای گرامی. Request for relative. این میگه که معلومات شما البته ارسال شد، همه چیز درست شد. Thank you. و اگر خواستن برای کسی دیگه خانه پوری کنید، روی گزینه بزنید و از نو شروع میشه. از نو شروع شد، برای دوستای خود، فامیلی خود ثبت نام میکنید. این یک کمی طول کشید، امیدوارستم که برای شما تشریح کرده باشم و برای شما مفید و معلوماتی واقعیش رو باشه. یک بار دیگه تاکید میکنم، من منتظر ایمیل اونا هستم تا که ببینم که اونا بگیه ما از طریق امزی ثبت نام، از طریق امزی لینک میپذیریم یا نه. وقتی تایید شد ما اون لینک در بخش تشریح میمونم. شما هر از گاهی بیاین بخش تشریح همین ویدیو رو چک کنید که آیا لینک موجود هست یا نه. سلامت باشین و سربلند در پناه خداوند.